یکی از محبوب ترین هدفون های واقعا بی سیم دنیا در حال حاضر ایرپادز های اپل هستن. ایرپادز هایی که البته قیمت تقریبا زیادی هم دارن. نسخه بدون شارژ وایرلس 160 و نسخه با شارژ وایرلس 200 دلار قیمتشون. این دو نسخه هیچ تفاوتی به جز کیس قابل شارژ بی سیم ندارن. پس اگه شارژ کردن بی سیم کیس ایرپادز براتون مهم نیست، میتونید 40 دلار کمتر بدید و نسخه معمولی رو بخرید. اپل تو ساخت ایرپادز هم مثل سایر محصولاتش زمان زیادی رو برای طراحی صرف کرده و واقعا باید گفت طراحی ایرپاد خیلی عالیه، از کیس گرفته تا خود هدفون. البته بعضی ها میگن که کیس شبیه جعبه نخدندونه که بیراه هم نیست، اما در هر صورت به نظر من خوشگله. یه مشکلی که کیس ایرپادز داره اینه که به راحتی روش خط و خش میفته، پس بهتر خرید یه قاب رو هم براش در نظر بگیر. خود هدفون خیلی راحت تو گوش من قرار میگیره و تمام کسایی که بهشون ایرپادز رو دادم و تستش کردن هم همینطور، به جز یه نفر که اصلا ایرپادز تو گوشش نمیرفت و تا تکون میخورد از گوشش در میومد. پس حتما قبل از خریدش این موضوع رو در نظر بگیرید. اگه کسی از اطرافیانتون ایرپادز داره حتما تست کنید تا مطمئن بشید توی گوشتون خوب وای میسته یا نه. یا اینکه اگه کسی هدفون سیمی اپل رو داره اون رو هم میتونه تست کنه، چون که از نظر ارگونومی خیلی شبیه هم هستن. یکی از ویژگی‌های جذاب ایرپادز نحوه پیر شدن و اتصالش به آیفونه و این انیمیشن قشنگ زمان اتصالش به آیفون نشون داده میشه. هرچند پیر شدن با گوشی‌های اندرویدی اینطوری نیست و باید برید و از بخش بلوتوث ایرپادز رو پیر کنید مثل بقیه دستگاه‌های بلوتوثی. من تغییری تو کیفیت صدا بین آیفون و پیکسل خودم که اندرویدی ندیدم، اما ویژگی‌های مخصوص ایرپادز مثل اینکه وقتی یه لنگش رو از گوشتون در میارید و آهنگ استوب میشه، استفاده از دستیار صوتی با گفتن هی سیری فقط با آیفون و سیستم عامل iOS کار کنه. ضمن با دو بار ضربه زدن روی هدفون سمت چپ آهنگ بعدی پلی میشه و با دو بار ضربه روی هدفون سمت راستی آهنگ استوپ یا پلی میشه. این تنظیمات رو در صورتی که آیفون داشته باشید میشه عوض کرد، اما تو گوشی اندرویدی نمیشه و باید با همین حالت پیش فرض کار کنید. متاسفانه ایرپاد ضد آب و گرد و غبار نیست، یعنی نمیشه باهاش رفت توی استخر و زیر دوش، اما من خودم باش ورزش کردم و ایرپاد با عرق مشکلی نداشت. اینکه در حین ورزش کردن هم توی گوش بمونه یا بیفته باز برمیگرده به شکل گوش هر نفر. برای من که خیلی محکم توی گوشم وای میسته و از این نظرم مشکلی نداشته. کیفیت صدای ایرپادز خیلی خوبه، صدا شفاف و با کیفیت و خیلی بلنده. خودم که هیچ وقت آخرین درجه بلند نمی کنم صدا رو، یعنی جز بهترین هدفونای بی سیم از نظر کیفیت صداست. البته بهترین نیست ولی خیلی خوبه. مشکلش اینه که اگه صدا رو زیاد کنید حتما دوروبریاتون هم می شنوند چی دارید گوش می دید و خب همونطور که انتظار می رفت نویز کنسلینگ هم خوب نیست. کیفیت برقراری تماس تو ایرپادز هم خوبه و صدا شفاف منتقل میشه. اپل باتری خوبی رو تو ایرپادز قرار داده. وقتی هدفون رو تو کیس قرار میدی خود به خود شروع به شارژ شدن میکنه. فقط با 15 دقیقه شارژ ایرپادز میشه تا 3 ساعت ازش استفاده کرد. با یه بار شارژ کامل هم ایرپادز میتونه تا 5 ساعت دوام بیاره. خود کیس رو هم البته باید شارژ کنید و به گفته اپل با یه شارژ کامل این کیس میتونه تا بیش از 24 ساعت هدفون ها رو شارژ کنه. یعنی تقریبا 5 بار از 0 تا 100. ایرپادز در حال حاضر یکی از بهترین هدفون های کاملا بی سیم یا همون ترولی وایرلس دنیاست. قیمت بالایی که داره باعث میشه که خیلی ها از خریدش صرف نظر کنند، اما اگه دنبال خرید یه هدفون وایرلس کاملا بی سیم هستید بدون شک ایرپادز میتونه گزینه خوبی باشه.